دعوای حقوقی شرکت ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ممکنه به زودی به پایان برسه. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکت ریپل و کمیسیون SEC در آخر هفته درخواست حکم اختصاری رو به طور علنی ارائه کردند. بر این اساس طرفین از قاضی آنالیزا تورس خواستند تا در مورد این پرونده تصمیم بگیره تا مشخص بشه که آیا فروش ارز دیجیتال XRP قوانین اوراق بهادار ایالات متحده رو نقض کرده یا نه. میلیونر شایی های عزیز سلام، امروز میخواییم در مورد دعوای بین ریپل و کمیسیون بورس آمریکا یا SEC حرف بزنیم و ببینیم نتیجه این شکایت و دعوا به کجا رسیده. در شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه شرکت ریپل اومده که این شرکت به هشدارهای این سازمان هیچ توجهی نکرده و بدون رعایت مقررات مربوط به اوراق بهادار سکه های XRP به ارزش 1.3 میلیارد دلار رو فروخته. از همین ادعا مشخص میشه که از نظر SEC رمزارزها شکلی از اوراق بهادارن. در صورتی که شرکت میخواد با فروش رمزارزی که خود تولید کرده پول جمع‌آوری کنه، باید مقررات مربوط به اوراق بهادار رو رعایت کنه. مقرراتی که به ادعای این سازمان دولتی آمریکا شرکت ریپل نقض کرده دو مورد هستند. یکی این که در زمان عرضه 1.3 میلیارد دلار XRP این فروش باید در SEC ثبت می شد. اما شرکت از این کار امتناع کرده. دیگه این که شرکت موظف بود که این عرضه رو به اطلاع سرمایه گذاران برسونه. اما این کار رو هم انجام نداده. SEC میگه که ریپل برای حل این مشکل باید دارایی فروخته شده رو دوباره خریداری کنه. دادگاه ریپل و حکمی که برای اون صادر خواهد شد مسائل زیادی رو در مورد رمزارزها مشخص خواهد کرد. اگه قرار باشه رمزارزها اوراق بهادار محسوب بشن و شرکت‌ها موظف باشن قبل از انتشار حجم وسیعی از اونها نهادهای رسمی رو مطلع کنن و مراحل قانونی خاصی رو طی کنن، شرکت‌های تولید کننده رمزارز بخش بزرگی از آزادیشون رو به عنوان نهاد مالی غیر متمرکز و غیر دولتی از دست میدن. چنین حکمی حتی این امکان بالقوه رو ایجاد میکنه که دولت آمریکا تولید کنندگان رمزارزهای دیگر رو بابت رعایت نکردن مقررات مربوط به اوراق بهادار در گذشته محاکمه و موظف به پرداخت غرامت کنه. با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانالمون ما رو حمایت و خوشحال کنید. همچنین با روشن کردن دکمه زنگوله میتونید در جریان تمامی ویدیوهایی که آپلود میشه قرار بگیرید. در ادامه با ما همراه باشید تا ببینیم ماجرای این دعوای حقوقی تا الان به کجا رسیده. کمیسیون SEC استدلالش رو بر این فرض استوار کرده که خرید XRP در یک شرکت عام این ارز دیجیتال رو به یه وسیله سرمایه گذاری تبدیل کرده و بنابراین باید تحت قوانین اوراق بهادار ایالات متحده قرار بگیره. همچنین به گفته این کمیسیون، ریپل بسیاری از سرمایه گذاران رو با این باور که در آینده به سودهای بزرگی دست پیدا می کنن برای خرید XRP جذب کرده. بنابراین این ارز دیجیتال یه اوراق بهاداره. در مقابل ریپل و مدیران اون میگن که این کمیسیون نتونسته ثابت کنه که سرمایه گذاران با اعتماد به این شرکت برای کسب سود XRP رو خریداری کردن چون توافقی در بین نبوده. به گفته ریپل هولدرهای XRP معمولاً از طریق تقاضا و عرضه از دارایی سود میبرن. به همین دلیل هولدرهای XRP حق مطالبه سود از ریپل رو ندارن. استوارت آلدروتی مشاور عمومی ریپل هم در این مورد گفته SEC هنوز بعد از 2 سال دعوای قضایی هیچ قراردادی رو برای سرمایه گذاری شناسایی نکرده و کمیسیون SEC نمیتونه حتی یه شاخه از آزمون هوه دیوان عالی رو برآورده کنه. نظر شما در مورد شکایت بین شرکت ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا چیه؟ به نظرتون در نهایت چه کسی پیروز میشه و نتیجه دادگاه چه تأثیری بر آینده بازار میذاره؟
لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.